بسم الله الرحمن الرحيم. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه حکم پروردگار از او زنده راه و رهی روزگار. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. در قسمت ألف لام ميم علما میگن که الله اعلم بمراده، یعنی مقصدش الله سبحانه و تعالی بهتر میفهمه، یعنی ما نمیفهمیم. الله اعلم بمراده، یعنی الله مقصدش بهتر میفهمه. ذالک الکتاب، این کتاب، یعنی منظورش قرآن عظیم الشان است. لا ریب نیست شکی فیه در آن. هدن هدایت است للمتقین، برای متقیان. متقیان کی هستن؟ الذین، کسانی اند که یؤمنون، ایمان دارن، بالغیب، به امور غیبی. مثلا وجود خالق غیب است، مثلا ملائکه غیب است، جنت غیب است، دوزخ غیب است، روز آخرت غیب است. یعنی انسان مؤمن متقی کسی است که ایمان به غیب داره. و یقیمون الصلاه، و صفت دوم از انسان‌های مؤمنای متقی چی است؟ و یقیمون الصلاه، و اقامه یا ادا میکنن نماز را. و سومی صفتشان چی است؟ و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که برشان رزق دادیم نفقه میکنن. والذین، و دیگه کسانی هستند که یؤمنون، ایمان دارن، بما با آنچه که انزلا نازل شده است، الیک، به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ما، و با آنچه که انزلا نازل شده، من قبلک، قبل از تو، یعنی ایمان دارن آنچه که بالای تو نازل شده و آنچه که بر پیغمبرای دیگه نازل شده. و بالآخرت، و به روز آخرت هم ایشان یوقنون، یقین دارن. اولئک، همی گروه مردم، علا بر هدن هدایت هستن، من ربهم، از جانب پروردگارشان. و اولائک، و همین گروه مردمی که دارای امی صفات هستن، هم المفلحون، ایشانن کامیابان. من میخوانم، شما از پشت سرم تکرار کنین. الف لام میم. الله اعلم بمراده، یعنی مقصدش الله سبحانه و تعالی بهتر میدانه. ذلک الکتاب، این کتاب، یعنی قرآن عظیم الشان. لا ریب، نیست شکی، فیه، در آن، هدن هدایت است، للمتقین، برای متقیان، الذین، کسانی که یؤمنون، ایمان دارند، بالغیب، به غیب، و یقیمون الصلاه، و ادا می نمایند نماز را، و مما رزقناهم، و مما، و از آنچه که رزقناهم، روزی دادیم برایشان، ينفقون، نفقه می کنند. والذین، و کسانی که یؤمنون، ایمان دارن،
به ما به آنچه که انزل نازل شده است الیک و سوی تو ای محمد صلی الله علیه وسلم و ما انزل و آنچه که نازل شده است من قبل که قبل است تو و بالآخرت و به آخرت هم ایشان یوقنون یقین دارن اولایی که همین گروه مردم علا هدم بر هدایت اند من ربهم از جانب پروردگارشان و اولایی که و همین گروه مردم هم المفلحون ایشانند رستگاران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم اینجا ایره حروف مقطعات میگن و مفسرین کرام میگن که الله اعلم بمراده، یعنی ما معنای ازیره نمیفهمیم. چرا مثلا در آغاز قرآن شریف این سه حرف آمده و ایره ما نمیفهمیم؟ به خاطر ازی که وقت انسان هر قدر عالم باشه و دانشمند باشه، وقتی که به آنچه که الله برش میگه تسلیم نشه و در مقابل قرآن عظیم شان خدا جاهل فکر نکنه، او از قرآن استفاده کرده نمیتونه. مثلا شما میرین در بازار، در کتابخانه داخل میشین، یک کتاب بسیار قیمتی هست. اگر شما به این یقین باشین که همین کتابی که در اینجا فروخته میشه در این کتابخانه، این کتاب مثلا من نمیفهمم، این کتاب محتویات از این کتاب نمیفهم، پس شما چی میکنین؟ شما پیسه میتین و این کتاب میخرین. اما اگر تو کتاب باشه بگوین نه بابا، این کتاب هم آنچه که در کتاب هست کلش میفهمم، پس نیاز نیست که او را چی کنین؟ بخرین. این القرآن از مشانه وقتی که ما با شما باز میکنیم به این نیت هستیم که الف لام میم، ولو که یک نفر بسیار پروفیسور است، یک نفر پوهاند است، یک نفر بسیار فیلسوف است، وقتی که در مقابل قرآن آمد یک نفر از بسیار عالم است، تمام چیزها را زبانها را کلش میفهمه، لیکن وقتی که در مقابل قرآن آمد اول باید بگه که من نمیفهمم الف لام میم و لام معنای زمیره نمیفهم. پس در اعتراف به چی کرد؟ به عدم فهم خود. و وقتی که انسان این اعتراف کرد، بعد از این دروازه رحمت خداوند برش باز میشه. اما اگر کس کلانکاری کرد نه من میخوام اینو ترجمه کنم، الفش الله، لامش جبریل، میمش ملائکه، پس چی شد؟ وضعیت خدا خراب کرد. بعضی کسا همین قسم میکنن، اما ما میگیم که الله اعلم بمراده، من نمیفهمم به معنای ازی، معنای ازی را پیغمبر بر ما نگفته، الله بر ما نگفته، ما تسلیم هستیم آنچه که در قرآن عظیم شان است. ذالک الکتاب، اینمی کتاب که منظورش قرآن عظیم شان است. اینا اینجا میگه کتاب است. ببینید قرآن عظیم شان گفته چی است؟ کتاب است. کتاب چی هست؟ بعضی سوال میکنن که کتاب طب است، کتاب ریاضی است، کتاب فلسفه است. قرآن عظیم شان میگه این کتاب هدایت است. ذالک الکتاب، همین کتاب که قرآن عظیم شان است، لا ریب فی، ده ای شک نیست. یک پروفیسور مسلمان شده بود، برازی گفتن شما چرا مسلمان شده؟ ببینید قرآن عظیم شان کلش معجزه است. یک کسی مسلمان شده بود، ایره پرسان کرد، گفتن تو از چی مسلمان شدی؟ گفت حالا من همین پوست قرآن برای مسلمان ساخت. Why you became Muslim؟ گفت because the cover of Quran. گفت چی از the cover of Quran؟ دی پوش قرآن چی است؟ گفت من وقتی که هر کتاب خواندم یک مؤلف داشت، نام یک شخص نوشته بود. یکانه کتابی که در دنیا هیچ نام مؤلف نوشته نیست، و کدام کتاب است؟ گفت therefore I know this is the word of God. این گفت سخنهای الله است. از این خاطر گفت من، یعنی یک پروفیسور بسیار بزرگ، ببینید هر کس علمش فرق میکنه در فهم قرآن عظیم شان. یک کس دیگه مسلمان شده بود، گفت من همین صفحه اول قرآن شریف خواندم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی. یعنی چرا شما تصور کنید چرا در لا ریب فی؟ دیگه گفت هیچ دیگه شک نیست. چرا مسلمان ساخت؟ گفت به خاطر از اینکه من یک استاد هستم، هر کسی که کتاب نوشته میکنه در مقدمه کتاب خود عذرخواهی میکنه، بسیار مرا ببخشین اگر غلطی شده باشه. مثلا من کتابای خودم، من زیاد کتابایی که تالیف کردیم در مقدمه هر کتاب خود ما نوشته میکردیم که من این کتاب نوشته کردم، اگر از من اشتباه شد یا غلطی باشه یا چیزی باشه پس مرا ببخشید. گفت من کل کتابا رو که میخوانم که در مقدمهش مؤلف یک عذرخواهی میکنه، یگانه کتابی که در اولش خواندم گفت که ذالک الکتاب لا ریب فی،
در کتاب هیچ شک نیست. میگه من فهمیدم که کسی که این کتاب گفته با وجود خود، با ذات خود، با علم خود بسیار عقیده داره و این معلوم میشه که کار بغیر از خالق متعال کسی دیگه کرده نمیتونه. پس ذالک الکتاب، این کتاب که قرآن عظیم الشان است، لا ریب فیه، هیچ شک داری نیست. کتابی چی هست؟ هدن. کتابی چی هست؟ هدایت. کتابی چی هست؟ هدایت است. ده چی کتاب ده؟ ده هدایت کتاب ده. یعنی اگه یک کس بگه بله در قرآن عظیم الشان دلائل از طب است، بسیاری از دکترهای طب مسلمان شدن، دلائل از زمین شناسی است، دلائل از فضا هست، فضا نوردی است، دلائل از، یعنی یک کسی از برنامه زغلول نجار، اگه شما سایت اینترنتی شما باز کنید zaglulnajar.com این میگه که mountain in قرآن، کوها در قرآن، sky in قرآن، آسمان در قرآن، این قسم stars in قرآن، این کتابا نوشته شده. لیکن خود قرآن که است، به خاطر از اینکه یک پروفسور، یک انجینیر، یک دانشمند کل ازی به ایمان بره، دلایل است. لیکن خود قرآن کتاب انجینری نیست، کتاب طب نیست، کتاب هندسه نیست، کتاب تکنیک نیست. پس کتاب چی است؟ کتاب هدایت است. از این خاطر در قرآن میشن چی میگه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن هدایت است. برای کیست هدایت؟ متقی. این حال متقی کی هست؟ متقی کی هست؟ متقی باید سه نوع عبادت داشته باشه. سه نوع عبادت داشته باشه. یکی تقوای فکری هست. تقوای فکری چی هست؟ تعصب و تکبر نداشته باشه. این حال اگر انسان تعصب و تکبر نداشته باشه، این انسان میتونه که هدایت شوه توسط قرآن. چرا اکثرا کسایی که کافر میشن و یا به عقل خود اعتماد میکنن و یا به حس خود. بعضی ها میگن اگر من در سر میز لابراتوار یک چیز رو ببینم به او باور دارم، از او دیگه من چیز رو باور ندارم. بعضی کسا میگن آنچه که در عقل من جور میه من اونم رو قبول دارم، آنچه که از عقل من فراتر است من رو قبول ندارم. اما انسانی که او با تقوا و با ایمان است، او چی است؟ الذین یؤمنون بالغیب. پس یکی از صفات متقیان چی است؟ که به غیب ایمان داشته باشه. و به غیب ایمان، انسان متکبر و متعصب به غیب ایمان نمی داشته باشه. همیشه میگن این میره قبول ندارم، از این خاطر میگن بیار برای من خدا را خود نشان بده. خب زمین چی داره؟ نه جاذبه داره. آیا میتونی جاذبه زمین برای من نشان بدی؟ خودت عقل داری، عقلت میتونی نشان بدی؟ این بسیاری چیزا ما دیده نمیتونیم. لوی پاستور وقتی که دکتر صاحب چیزا مایکروسکوپ را کشف کرد، باز میکروبا را دید. پرسان شدن که تو به خدا ایمان داری؟ که فهم از صد چند ایمانم زیاد شد. ما چقدر ضعیف هستیم، چندین قرن میکروب زندگی کرده، دکتران نمیشناختن تا یکی مایکروسکوپ کشف شد، بعد از اون میکروب شناختن. قبل از اون نمیشناختن، در قرن 20 یعنی میکروب شناختن. پس تو یک میکروب دیدن نمیتون، تو چطور میتونی که تو ملائکه را ببینی، عالم غیب ببینی، آخرت را ببینی، اینو ببینی، اینو ببینی؟ به این خاطر اولین چیزی که انسان مسلمان می داشته باشه، اولین صفت چی است؟ که تقوای چی داشته باشه؟ فکری داشته باشه. انسانی که تعصب و تکبر نداشته باشه، به بسیار سادگی بسیاری چیزای غیب می فهمه. مثلا دروازه وقتی که تق تق میشنی، با حس فهمیدی که دروازه تق تق شد، صدا آمد نه؟ با عقلت فهمیدی که پشت دروازه یک کس است. حال بر ما بگو پشت دروازه کی است؟ چرا تسلیم میشی به بدر که خوردت میگه تو برو ببین پشت دروازه کیست؟ ورست دروازه شاته و گره چوک ده. حالا تو خواه عقل داری، تو چرا نمیفهمی پشت دروازه کی است؟ پس تو در بین خانه او چیزی که از تو غایب است او رو نمیتونی دیده، تو غایب دیده نمیتونی، غایب چطور دیده میتونی؟ از این خاطر میگه که الذین یؤمنون بالغیب. پس مؤمنین واقعی اول صفت چی است؟ که عبادت فکری داشته باشه. عبادت فکری چی است؟ ایمان به غیب. الذین یؤمنون بالغیب. دوم صفت چی است؟ یکی عبادت فکری است، یکی عبادت بدنی هست و یکی عبادت مالی. سه قسم عبادت است. در قسم عبادت لرو: فکری عبادت، جسمی عبادت، مالی عبادت. یعنی ما سه قسم عبادت داریم: عبادت فکری، عبادت جسمی و عبادت مالی. اینجا همین سه عبادت هم یه آیت قرآن میگه که الذین یؤمنون بالغیب، عبادت چی شد؟
فکری شد. و یقیمون الصلاه عبادت جسمی است، با بدنت می رکوع سجده گه. و مما رزقناهم ينفقون عبادت مالیش. درست است نه؟ پس ایسه ایسه نه و عبادت است. پس انسان متقی کسی است که اول ایمان به غیب داشته باشه، دوم اقامه نماز بکنه. یقیمون الصلاه نگفت که یؤدون الصلاه، یکی ادای نماز است یکی اقامه نماز است. فرق از بین اقامه نماز و ادای نماز، ادای نمازی است که آدم بیاید بخونه، اقامه نمازی است که نماز خدا به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بخونه. رسول الله چه قسم رکوع میکرد، رسول الله صلی الله چه قسم سجده میکرد. حالا ما و شما مثلا چهار رکعت نماز پیشین قاری صاحب در چند دقیقه میدی؟ در دو سه دقیقه گک. الله اکبر الله اکبر. اینه ای ادا میکنه به طریقی خود، اما به طریقی رسول الله صاحب مگه ادا کنه چه قسم میکنه؟ رسول الله صاحب چهار رکعت نماز پیشینه میگفت، یک صحابی میگفت ما میرفتیم در کجا؟ در بقی. بقی همونجا که صحابه آل دفن هستن، او طرف از او تشنابایشون بود، بسیار مسافه است. میگه ما میگه اینجا رسول هستم که الله اکبر میگفت، ما میرفتیم طبقی وضو میکردیم، پس از وضو هم میمیم که هنوز رسول هم در رکعت اول است. در زندگیت خواندی همونتی یک نماز؟ نخوانده. کی خوانده؟ از این خاطر ما متقی گفتن همیشه. این حال وقتی که تراوی آمد، این حال چند وقت بعد بخیر که تراوی آمد، مسابقه صاحب شروع است. یک قاری صاحب مرسیدس است، یک قاری صاحب مثلا پجرو است، یک قاری صاحب هر قاری یک نام داره. چرا؟ همون تو دوانده میگن الحمدلله رب العالمین، خلاص 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 شد. آج چند رکات خواندی؟ 20 رکات، 29 رکات در نیم ساعت، خلاص. در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز قیام میخوان، بی بی عایشه صدیقه میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میگه شما نماز میخوان، حتی پایاش ورم میکرد. در مقابل ذات خالق متعال استاد میشه. اما از ما چی؟ از این خاطر میگه که متقی کی هست؟ الذین یؤمنون بالغیب، صفت اولش. صفت دوم چی هست که یقیمون الصلاه، نماز چی میگن؟ اقامه میکنن. یعنی اونم قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوانده، اونم قسم با بسیار خضوع، با بسیار خشوع، با بسیار عاجز تو در مقابل یک خالق متعال استاد میشی. از این خاطر ما ده رکات در دو دقیقه میخوانیم، اما پیغمبر هم دو رکات در ده دقیقه میخوان. فرق بین نماز ما و نماز از اونا در این نقطه فهمید فرمولشه؟ ما ده رکات در دو دقیقه میخوانیم، رسول الله هم چی میکرد؟ دو رکات در ده دقیقه میخوان. از این خاطر اینال ما چرا با تقوا نمیشیم؟ این نماز سر ما تاثیر نمیکنه. میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر مردم رو دور میکنه. نماز ما چرا نمیکنه؟ به خاطر اینکه ما نماز ما هم تو تیسیس و در مقابل خالق چه قسم استعاره شدیم، چه قسم سجده کردیم. بسیاری وقتا یک نفر درکات نماز میخونه، یک دفعه هم خدا یادش نمیه، هم تیسیس خوانده میره. از این خاطر میگه دوم صفت متقیان چیست؟ و یقیمون الصلاه، که نماز اقامه میکنن و ادامه. و مما رزقناهم، و از آنچه که ما برشان رزق دادیم، ينفقون نفقه میکنن. نفقه چی رو میگن؟ نفق در زبان عربی تونل میگن. نفق چی رو میگن؟ تونل میگن. یعنی از این دست وقتی که رزق حلال پیدا کرده، این رزق دیگه چی میکنه؟ میده مثلا برای فامیل خود مصرف میکنه، برای فقرا میده، برای مساکین میده، با کارهای دینی میتونه مصرف میکنه. از این خاطر میگن و مما رزقناهم ينفقون. نفق چی رو میگن؟ وقتی شما در حج برین، در سر هر تونل هست که نفق، چی مانا؟ تونل. پس از یک راه میای، از راه دیگه چی میشه؟ مصرفش. اما کسایی که تونل خود یک راه ساختن، پیسه رو میگیره و ذخیره میکنه و میگیره و ذخیره میکنه، نه حق فقیر است، نه حق مسکین است، نه چی است. از این خاطر بازی ها با تقوا گفته نمیشن. فهمیدین؟ و مما رزقناهم ينفقون. والذین، دیگه صفتشان چی است؟ یؤمنون بما انزل الیک، آنچه که بالای نبی اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده. قرآن عظیم الشان است، میگه یؤمنون بما انزل، ایمان دارن به آنچه که بالای تو نازل شده که قرآن عظیم الشان است. این هم صفات مؤمنین است. پس کسی که به قرآن ایمان نداشته باشه، او متقی و خدا گفته نمیتونه. و ما انزل من قبلک، و با آنچه که قبل از تو نازل شده، یعنی قبل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، سردگه پیغمبرا، مثلا صحائفی که نازل شده، کتابهایی که نازل شده، ما با او به شکل اجمالی به کلش چی داریم؟ ایمان داریم. این کتاب ها را توهین نمی کنیم، تحقیر نمی کنیم، گپ زشت نمی زنیم، بلکه میگیم که او کتاب ها هست. اما حال فعلا کتاب هایی که در دستی از اونا هست به نام بایبل یا کتاب مقدس میگن، در او تحریفات آوردن.
ما به این کتابایی که حالا فعلا ما دارن به این کتابا ایمان نداریم، به اون کتابایی که بالای کی نازل شدن؟ بالای پیامبرا قبل از تحریف. خب و بالآخرت هم یقین، و همچنان انسان مؤمن، مؤمن کسی است که به آخرت یقین داره. یعنی اگر انسان برای به آخرت یقین داشته باشه باز بر از او تقوا حاصل میشه. اگر به آخرت یقین نداشته باشه او متقی شده نمیتونه. چطور؟ مثلا یک نفر میفهمه که خب مال اگر قدر خوب زندگی دارم، خوب جوانی دارم، بالاخره آیست 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 ریش سفید شده میرم، ضعیف شده میرم، این قوت برم نمیمانه. پس وقتی که میگه من میرم باز کجا میباشم؟ در دنیای دیگه، سرای دیگه، و آخرت است. در اونجا از تمام اعمال ما، از عبادات ما، از زندگی ما، از کل چیز ما پرسان میشم. پس یکی از صفات متقی همی است که و بالآخرت هم یوقنون. اگر کس همی صفات داشته باشه الله جل جلاله میگه، میگه اولایی که همین گروه مردم که اینمی صفات داشته باشن علی هدن من ربهم، یا به هدایت از جانب پروردگارشان هستن، یعنی یا انسانای هدایت شده هستن، و اولئک هم المفلحون، اینمی مردم ها کامیاب و پیروز هستند. اگر کسی اینمی صفات داشت کامیاب و پیروز است و هدایت شده هست، و اگر کسی این صفات نداشت او کامیاب و پیروز هم نیست و هدایت شده هم نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، الله اعلم بمراده، الله مرادش بهتر میدانه، ما نمیفهمیم. ذالک الکتاب، این کتاب که قرآن عظیم شان است، لا ریبه، نیز شکی فیه در آن، هدن هدایت است، للمتقین، برای متقیان، الذین، کسانی که یؤمنون، ایمان دارن، بالغیب، بغیب، و یقیمون الصلاة و اقامه یا ادا میکنن الصلاة نماز را، و مما رزقناهم، و از آنچه که برشان روزی دادیم، ینفقون، نفقه میکنن، و الذین، و کسانی که یؤمنون، ایمان دارن، بما، با آنچه که انزل الیک، نازل شده است بسوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ما انزل و با آنچه که نازل کرده شده است من قبل که قبل از تو، و بالآخرت و بر روز آخرت هم ایشان یقینون، یقین دارند. اولئک که همین گروه مردم علی بر هدن هدایت هستند من ربهم، از جانب پروردگارشان، و اولئک که و همین گروه مردم هم المفلحون، ایشانن مفلحان یا رستگاران. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم مقطعات و حروف سخایه حروف ده چپ معنا او اصلی معنا بندی خاص الله متعال پویگی او بس. ذالک الکتاب، دغا کتاب چی قرآن عظیم شان ده، لا ریب، هیچ شک نشتا فیه پدکه، هدل للمتقین، هدایت ده لپار ده پرهیزگارانو، الذین، اغا کسان، یؤمنون بالغیب چی ایمان لری پر غیب، و یقیمون الصلاة او قائموی یا سم اداکوی خپل المنزونا، و ما رزقناهم ينفقون، او هاگه سچه ورکڑی ما دویتا، رزقناهم ورکڑی ما دویتا رزق، ينفقون خرچوی، والذین یؤمنون او هاگه کسان چه ایمان لری، بما انزل الیک، هاگه سچه نازل شوی دی دتا، یعنی نبی علیه الصلاة والسلام تا پتا بندی، یعنی نبی علیه الصلاة والسلام بندی، و ما انزل من قبلک، او هغه څه چې نازل شوی دی مخکې لتا، یا هغه کتابونه چې مخکې نازل شوی دی مخکې لتا نه نازل شوی دی، و بالآخرت هم یوقنون، او پر حق او پر آخرت باندې ایمان او یقین لري، اولئک علی هدن من ربهم، یقینا همدغه کسان هدایت شوی دی له طرفه د پروردگار دوی، و اولئک هم المفلحون، او همدغه کسان کامیابان او رستگاران دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام حروف مقطعات است، الله اعلم بمراده، یعنی الله جز الله دیگه کس نمیفهمه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب نیست هیچ شک و فیه هیچ شک و شبهه در این، هدن للمتقین و هدایت از برای متقیان، الذین یؤمنون بالغیب، و بر امین با کسانی که ایمان دارن به غیب، و یقیمون الصلاة و اقامه میکنن نماز، و مما رزقناهم ينفقون، و با آنچه برشان رزق داده شده نفقه میکنن، و الذین یؤمنون، امین گروه مردم که ایمان آوردن، بما انزل الیک، با آنچه
نازل شده بالای دعای محمد صلی الله علیه وسلم و ما انزل من قبلک و آنچه نازل شده با قبل است و بالآخرت هم یقینون و یقین دارن به روز آخرت. اولئک علی هدن، همین گروه مردم هدایت شدن، در هدایت هستن، من ربهم، از جانب پروردگارشان، و اولئک هم المفلحون، و همین گروه مردم از جمله کامیاب ها و رستگار هاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. الف لام میم یعنی سه حرفی است که از جمله حروف مقطعات است و الله علم و بمراده و خداوند جل عظمت خوب فقط بمراد از میفهمه که هدف از کلمات چی هست. ذلک الکتاب یعنی همین کتاب، یعنی قرآن مجید خود چی است؟ لا ریب فی، نیست شک در همین کتاب. یعنی هر کسی که در هر جای دنیا چی کتاب ساینس نشته میکنه، فیزیک نشته میکنه، مثلا کتاب طب نشته میکنه، شما اولش ببینید یک پریفیس یا یک چیز داره و اکثرا در حوزه همون مؤلف یک معذرت خواسته و ذکر کرده که اگر شما در کدام غلطی میبینید، چی املایی، چی انشایی یا از نظر تکنیکی، شما ما را یا آگاه بسازین یا ما را عفو بکنین. و این کتاب است که خداوند جل عظمت هم میگه در هیچ شک و شبهی نیست، یعنی هر چیزی که گفته شد کلش دقیق و درست است و همش شدنی هست. لا ریب فی، هدن للمتقین، و این کتاب است که کتاب ساینس نیست، گرچه در ساینس دیگه ذکر شده، کتاب فیزیک نیست، از فیزیک و مثلا اینا ذکر شده، کتاب طب نیست، از طب ذکر شده، ولیکن کتاب هدایت است. هدایت برای کی هست؟ برای للمتقین، برای کسانی که تقوا دارن، متقیان هستن. و متقیان مثل که استاد محترم فرمودن سه قسم مردم اینا جمله متقیان شامل میشن. والذین یؤمنون بالغیب، کیستن متقیان؟ کسانی هستن که آنها به غیب عقیده دارن، یعنی اونا چیزی را که نمیدانن، مثلا چیزی را که نمیبینن، به او که یکی از او عبارت از وجود موجودیت خداوند جل عظمت هست، او را قبول دارن و به او یقین دارن. والذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، و دوم کسانی هستند که آنها برپا میدارن یا اقامه میکنن نماز را، و نماز را به مو شکلی که شکل درست است و بسیار به خشوع و خضوع نماز خود ادا میکنن. و همین ما رزقناهم ينفقون، و دیگر اما خصوصیت سوم از این مردم کی است؟ که از آن چیزی که خداوند برشان رو رخص داده از او نفقه میکنن. یعنی نفقه مثل که استاد محترم فرمودن امو تونل میگن در عربی، یعنی کسایی که از یک دست برشان میه و دست دیگه به خرج میکنن، همی ينفقون هستن کسانی که نفقه میکنن. والذین یؤمنون بما انزل الیک، و دیگر صفت همی مؤمنان، یعنی کسایی که به هدایت هستن، کسانی هستن که والذین یؤمنون بما انزل الیک، کسانی هستن که آنها ایمان دارن، بما انزل، با آن چیزی که انزل نازل شده الیک بر تو های محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و ما انزل من قبلک، و با آن چیزی که نازل شده پیش است، یعنی کتاب های آسمانی دیگه که همون چهار کتاب از صحیفه های مبارک است که برای حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگه باز پیغمبر های دیگه نازل شده، و بالآخرت هم یقینون، و کسانی هستن که برای آخرت یقین داره، یعنی برای آمدن و برپا شدن و بر چیز قیامت اینا معتقد هستن، ایمان دارن و عقیده دارن. پس همین گروه، اولایی که همین گروه علا حودم، بر هدایت هستن من ربهم، از جانب پروردگار خود، یعنی همین گروهی که صفتشان قبلا ذکر شد اینا به هدایت هستن از جانب پروردگار خود، و اولایی که و همین گروه هم المفلحون، و اینا هستن کامیابان و کسانی که موفق هستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. الف لام میم این سه حروفی است که از جمله حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده، مانا مراد یزیر الله جل جلاله میداند و بس. زار که کتاب، این کتاب لا ریب نیست چکه فیه، در این کتاب هدن هدایت است، للمتقین از برای متقیان، الذین کسانانی که یؤمنون ایمان دارن، بالغیب بغیب، و یقیمون الصلاة و اقامه میکنن و برپا میدارن نماز را، و مما رزقناهم، و از آن چی که
رزق داده ایشان را ينفقون نفقه میکنن، خرج میکنن در راه الله. والذین و کسانانی که یؤمنون ایمان دارن، بما انزل با آنچه که نازل شده الیک بر تو ای محمد و صلی الله علیه و آله و سلم، و ما انزل و آنچه که نازل شده من قبل که پیش از تو که 4 کتاب و 100 صحیفه است، و بالآخرت و بر روز آخرت ایمان دارن، هم ایشان یقینون یقین دارن و باور دارن، و اولایی که همین گروه علا هدن بر هدایت هستن من ربهم از جانب پروردگار ایشان، و اولایی که و همین گروه هم المفلحون ایشان کامیاب و رستگار هستن. صدق الله العظیم. الف لام میم دا غدر حروف چی دی؟ دا حروف مقطعات ورته ویل کی یا پددی په معنا امراد باندې یواز الله جل جلاله پیږي او مو تاسو ور باندې نه پیږي. ذلک الكتاب لا ریب، ام دغه کتاب یعنی قران عظیم شان چې دی په دې کې شک نشته. فيه په دې کې هدن هدایت للمتقین، د پاره د پرهیزګارانو متقیانو. الذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان لري او باور لري بالغیب په غیب سره، و یقیمون الصلاة او ادا کوي خپل منځونه، و مما رزقناهم ينفقون او دوی نفقه کوي یعنی صدقه کوي هغه څه چې الله پاک ورته رزق ورکړی دی. والذین یؤمنون او هغه کسان چې ایمان لري، بما انزل الیک په هغه څه چې نازل شوی دی په تا باندې ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ما انزل من قبلک او په هغه کتابونو په هغه صحیفه باندې چې نازل شوی دی مخکې د تانه په نورو پیغمبرانو، و بالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې هم ایمان او باور لري. اولئک علی هدن، همدغه کسان په هدایت باندې دی من ربهم، د الله جل جلاله طرفه دوی ته هدایت شوی دی. و اولئک هم المفلحون او همدغه کسان بریالی او کامیابان دی. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. همه حکم او حکم محکم بود، همه راه او راه اقوام بود. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان.